خب میرسیم به بحث کالر افکس این شاتی که ما اینجا داشتیم اومدیم توی پرایمری روم یه تغییرات کوچیکی توش دادیم توی سکندریز هم همینطور یه تغییراتی اینجا ایجاد کردیم ولی با وجودی که از اینجا که تصویر خیلی سبز بوده رسیدیم به اینجا باز حس میکنیم که میتونه تصویر از این بهتر هم بشه کالر افکس ما یکی از جاهایی که معمولا کسی که با کالر کار میکنه یه خورده میترسن ازش ولی واقعیت اینه که اگر شما اصولش رو درست یاد بگیرید خیلی میتونید استفاده های خوبی ازش ببرید ما اینجا یک سری نود داریم که کار مختلفی توی تصویر انجام میدن اگر شما قبلا با برنامه شیک یا فیوژن کار کرده باشید یا با برنامه های نود بیست احتمالا یک همچین سیستمی رو قبلا دیدید نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که اگر من الان اینجا به طور مثال روی این BMW Black and White کلیک بکنم و بکشمش به وسط تصویر خود به خود غیر از اینکه این نود به تصویر اضافه میشه یه نود آوتپوت هم برای من ایجاد میکنه شما برای اینکه خروجی تصویرتون رو بتونید رندر بکنید همیشه به یک نود آتپوت اینجا نیاز دارید اگر شما به جای اینکه نود رو از اینجا بگیرید و کلیک و درگ بکنید به اینجا روش دابل کلیک بکنید دیگه براتون نود اتوبوت رو خودش اتوماتیک ایجاد نمیکنه هر چند که اگر شما نود اول رو بگیرید بکشید و, و نود دوم رو هم بگیرید بکشید برای دومینی که آتبوت ایجاد نمیشه چون ما فقط اینجا یه خروجی برای این تصویر میخوایم خب اما چه کارهایی میتونیم با این پنجره انجام بدیم به طور مثال من اینجا میبینم که الان چهره بازیگرم یه مقدار پوستش اونقدر که باید شاید خوب نیست میتونم از طریق البته ببخشید من یه چک کردم ببینم کادرم درسته میتونم از طریق این قسمت این کار رو انجام بدم یه نکته که من قبل از اینکه بخوام وارد بحث دقیقتری اینجا بشم بعد خدمتتون بگم اینه که قبلا توی بررسی کل کار با هم دیدیم که ما توی کالر افکس یه سری ستینگ آماده داریم به طور مثال شما اینجا نوشته وارم گلو به تصویرتون یک همچین حسی میده تصویر گرم و درخشان میشه یا به طور مثال بلیچ بایپس که البته خیلی زیاده برای این تصویر یا حس سرما یا تصویر آبی اینا همه پریست های آماده هستند که به شما میتونید ازشون استفاده کنید و با چند تغییر ساده به اون تصویر برسید که خودتون میخواین به طور مثال بیاید اینجا مثلا این کور روش رو دابل کلیک بکنید توی پارامترز این رو تغییر بدید اون چیزی که میخواید رو توش ایجاد بکنید و در نهایت خروجی رو بگیرید که مد نظرتونه اما اگر خودتون می‌خواید یه همچین چیزی درست بکنید چی؟ خب به طور مثال همونطور که قبلا خدمتون گفتم من میخوام اینجا پوست بازیگرم رو یه مقدار نرم تر بکنم تقریبا تمام چیزهایی که ما توی سکندریز و توی پرایمریز داشتیم اینجا هم داریم به طور مثال ما اینجا وینیت هم داریم ترانسلیت یا همون جابجا کردن رو داریم استرچ یا کشیدن تصویر شارپن یا شارپ کردن و شارپ تر کردن تصویر آتپوت ما ملتیپلای لیفت که همون در واقع سایه های ما باشند و یکی از مهمتریناش برای ما HSL کی هست همون چیزی که توی سکندریزمون هم دیدیم من اینجا یه HSL کی اضافه می کنم یه دونه آتپوت آلفا بلند بلور و یه بلور دیگه در واقع تار کردن از اینها من چه استفاده ای می میتونم بکنم خب نگران نباشید خیلی من تون ممکن رفته باشم شما بگین خب حالا چه است... چه جوری میشه از من استفاده کرد براتون توضیح میدم دقیقا هر کدوم از اینها رو چه جوری بعد ازشون کار گرفت و کار کشید ما اینجا یه HSL کی داریم همونطور که گفتم عین همونی که توی سکندریز داشتیم با این اختلاف که کیبلار نداره به همین دلیل که من بلور اینجا اضافه کردم من روی HSL کی کلیک میکنم این قطر چکونش رو میزنم و روی صورت بازیگرم کلیک میکنم تا جایی که بتونم بیشترین سلکشن ممکن رو از صورتش بگیرم خب حالا من میام اینجا یه خورده رنگ های روشنتر رو هم با این اسلایدر انتخاب میکنم همینطور که شما می این در هم انتخاب میشه ولی زیاد به من اهمیتی نداره یه مقدار بیشتر از صورتش انتخاب میکنم یه ذره گستره رنگ قرمزم رو بیشتر میکنم البته فکر کنم کمترش کنم بهتره چون تصویرم خیلی چیزهایی توش انتخاب بشن که دوست ندارم خب برمیگردم یه ذره سچوریشن بیشتر فکر میکنم یه خورده دیگه اگر سلکشنم گسترشش بیشتر باشه دیگه کار آنچنانی نداشته باشیم خب از اونجا که من خواهم حوصله شما رو با کارهای خیلی ری سر نبرم من به همین کی اکتفا میکنم و دیگه خیلی دقیق ترش نمی کنم و این رو وس میکنم به بلورم شما همونطور که میبینید هر نود یه خروجی داره که شما میتونید وصلش کنید خروجیش رو به یه خروجی دیگه در واقع به یه نود دیگه اینجا اینقدر من ممکن نخوام کیم رو تار بکنم مثلا دو دهم ده ممکنه بر من کافی باشه البته یه مقدار هنوز تیزی من توی تصویر زیاد دارم شاید مثلا بخوام تا چهار هم پیش برم شما اگر روی نود دابل کلیک بکنید و روی نود بالای تک کلیک بکنید میتونید تنظیماتش رو عوض بکنید با این اختلاف که نود پایینی رو میبینید این چیز خیلی جالبیه اینجا من پوست رو یه مقداری جابجا جا میکنم و یه خورده شاید سخت باشه این تصویر خاص به خاطر اینکه خیلی خیلی تصویر متوسطی از نظر فیلم برداری شاید بشه گفت زیر متوسط خب من میام وارد مرحله بعد میشم شما یه نود اینورت دارین که برعکس میکنه هر چیزی رو یعنی به طور مثال من اگر روش دابل کلیک بکنم همونطور که شما میبینید تصویر رو نگاتیو میکنه اما سیاهی و سفیدی رو همجاشون رو برعکس میکنه من اینجا این تصویر رو میخوام تبدیل بکنم به یک همچین چیزی علتش هم اینه که من میگم جاهایی رو تار کن توسط این بلور که من مرا تعیین کردم که صورت بازیگرم هستن اینجا آلفا بلند ما از طریق یک مپ سیاهی و سفیدی کار میکنه اجازه بدید من اینورت رو یه لحظه قطع کنم من تا اینجایی کار یه نقشه سیاهی و سفیدی دارم میگم جاهایی که سفیدن میخوام تار بشه ولی بقیه تصویر که سیاه تار نشه به دلیل روشن کردن پوست این بازیگر اگر شما این نوت هایی که چند تا ورودی دارن بهشون چیزی وضع بکنید همونطور که شما جوین نوشته سورس مثلا من میتونم این تار شدگی رو به سورس شماره یکم وضع کنم و همونطور که شما این تصویر رو تار میکنه حالا من میخوام بگم فقط صورت بازیگر میخوام تار بشه نه کل تصویر میام این آلفای ما خود این آلفا بلند رو که نود آخری هست که به من میگه خب حالا این رو میخوای کجاها تاثیر بذاره کجا تاثیر نذاره من میام میگم جاهایی که سفیدن تاثیر بذاره جایی که سیاهن تاثیر نذاره همونطور که شما میبینید الان همه چی تار شد غیر از صورت بازیگر پس اینورت میکنم من یا برعکس میکنم معادله رو که همه جا صاف باشه به غیر از صورت بازی کرد که همینطور که شما اینجا دیدین الان تار شد و در نهایت آلفا بلند رو به آت هم وصل میکنم اگر شما هر کدوم از این نوت ها رو خواستین ازشون استفاده نکنید به صورت لحظی یعنی من الان میخوام مثلا اثر این بلور رو نبینم بایپس رو روش کلیک میکنید مثلا من میخوام تار شدگی رو یه لحظه ببینم اگر نباشه چی میشه رو بایپس کلیک میکنم و میام تصویرم قبل از اینکه من این عملیات رو انجام بدم به این شکل بود من میزان تاری رو کم میکنم و مثلا چهار دهم به نظر من یا حتی کمتر سه دهم ده کافیه یه نود خیلی خوبه دیگه هم که ما اینجا داریم و میتونید خیلی ازش استفاده بکنید فیلم لوکه نکته که قابل توجه اینه که شما نمیتونید تصاویر ویدیویی رو عین فیلم بکنید عین نگاتیو بکنید بنا به هزاران دلیل اما از این فیلم لوک میتونید استفاده خوبی ببرید من اینجا این خروجی آلفا بلندم رو, بلند رو وصل میکنم به فیلم لوک و خروجی فیلم لوک رو به آتپوت الان شما اگر آتپوت رو نگاه کنید ببینید که یه حس بهتری داره شدت گرین ما اندازه گرین های ما و کنتراست ما از اینجا تنظیم میشه من به تنظیمات اصلیش دست نمیزنم کاری ندارم و حس می کنم خوبه و حالا میتونم یه مقایسه بکنم قبل و بعد از تصویر قبل از گریندینگ بعد از گریدینگ خب به نظر من که این تصویر بهتر امیدوارم شما هم با هم موافق باشید نمیدونم توضیحات من براتون چقدر گویا بود توی این قسمت یه نکته خیلی 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 مهمه دیگه که وجود داره اینه که تصویر شما در واقع وصل به این مسلس های خالی اگر مسلسی خالی مونده باشه معنیش اینه که به تصویر شما وصله یعنی الان تصویر من به اینجا و به اینجا وصل شده یعنی تصویر من میاد تار میشه میاد توی آلفا بلند کجاها حالا تار میشه من با, با آلفا بلن بهش میگم جاهایی که از طریق این دوتا انتخاب کردم و در نهایت این تصویر رو من یه فیلم لوک هم بهش نسبت دم که این شکلی بشه حالا اینجا شما کارهای دیگه هم میتونید بکنید مثلا میتونید بگید که من میخوام تاثیر وینیت هم به تصویرم بدم و حالا وینیت رو به طور مثال وصل بکنید به این بلورتون که شما میبینید فقط این تیکه وسط روش اعمال میشه شما میتونید بگید که من میخوام تصویرم رو سچوریشنش رو زیاد یا کم بکنم من اینجا بعد از آلفا بلند وصل میکنمش به سچوریشن و سچوریشن رو به فیلم لوک و حالا میتونم اینجا سچوریشن رو مثلا کم بکنم یا بیشتر بکنم به همین ترتیب شما میتونید لیفت که همون سایه هاتون هست رو اضافه بکنید به این تصویر و همونطور که شما مثلا من بگم حالا سایه همون نه no. یک دهم ده درجه باشن یا منفی سه دهم ده باشن که خیلی تیره تر میکنن البته تصویر منفی مثلا پنج و مثلا اینجا باز یک هایلایت اضافه کنید تصویر رو اد کنید یا حالا خیلی چیزهای دیگه مبحث خود کالر افکس مبحث خیلی خیلی طولانیه مبحث خیلی بزرگیه و اگر شما میخواید اطلاعات خیلی گسترده تری در این مورد به دست بیارید من بهتون توصیه میکنم هم خداموز کالر قسمت کالر افکس رو مطالعه بفرمایید هم این نوت های پیش فرضی که براتون اینجا گذاشته شده رو, رو روی تصویر اعمال بکنید و ببینید به چه صورت روی تصویر تاثیر میذارن نکته که اینجا باقی مونده اینه که اگر شما بخواید حالا فرزن این رو سیو بکنید این درخت رو چی کار ما میتونیم بکنیم شما میاد اینجا اسم انتخاب میکنید براش مثلا من میگم سافت اسکین و حالا به من از اینکه که سیو رو بزنم اینجا توی لایبرری من اضافه میشه حالا من اگر هر تصویر دیگه ای رو اینجا اضافه بکنم به طور مثال این تصویر رو بیام توی کالر افکس سافت اسکین رو بزنم تمام این زنجیره به این تصویر هم اعمال میشه خیلی از وقتها این نیاز به کارهای دیگه داره به طور مثال شما نیاز دارید که بیاید این تغییر توی اینها به وجود بیارید اما در هر صورت از این اضافه و کم کردن و وز کردن شما خیلی تو وقتتون صرف جویی میشه هم خواستیم پاکشون بکنید که میتونید برید از توی این دایرکتوری که نوشته براتون پاکش بکنید نمیتونید از اینجا دیلیت رو بزنید خب ما توی قسمت بعدی هم در مورد کالر فکس بازی مقدار بیشتر صحبت میکنیم امیدوارم فقط این توضیحات توی این قسمت براتون گویا بوده باشه